حرمت خدمت دفتر دوستان از اینجا تشریف دارید. اجازه دهید همه شما در مجلس امروز که تشریف آوردید خوش آمدید گفتم و خیر مقدم بگویم. در این حال میخوام از سازمان دهندگان این پروگرام انجمن میهن بخصوص از محترم خالدجان صدیقیان که این برنامه را راه اندازی نموده‌اند اظهار احترام دارم. دوستان، عزیزان، وطنداران دوست داشتنی، خواهر و برادر من، ما امروز در این محفل سعی و تلاش خواهیم کرد تا چند حرفی مطابق به توان فهم و برداشتمان از شخصیت فالا و چندین بودی این ابرمرد عالم، ادیب، تاریخدان، نویسنده منتقد، ژورنالیست، سیاستمدار و مبارز پایدار شجاع و تسلیم نامزد افغان، بر حق گفتم می توانیم علامه افغان مرحوم میر غلام محمد غبار تبادل نظر نماییم. اجازه دهید شعر یک شاعر بزرگ را با کمی تغییر برایتون بخوانم. من به استاد گفتم این فرزانه کیست؟ من به استاد گفتم این فرزانه کیست؟ گفت این فرزانه افغانی است. در میان این دو عالم جای اوست، نغمه دیرینه اندر نوی اوست. باز این امواج بیدار و رسن، نوی دیگر گفته آن حرف کهن. امید توجه کنیم؟ حرف او بیباک و افکارش عظیم. حرف او بیباک و افکارش عظیم، اجنبیان از تیغ گفتارش دونیم. باز هم مقصد در اینجا از خائنین ملی آن وقت است. همنشین بر جذبه او پی نبرد. همنشین بر جذبه او پی نبرد، بنده مجذوب را مجنون شمرد. عاقلان از عشق و مستی بی نصیب، دبس او دادند در دست طبیب. ولی به همین طور متاسفانه. به هر حال سخن گفتن راجع به این انسان بزرگ و علامه افغان کار ساده نیست و اجازه دهید با تأسف عرض نمایم که حتی منورین پخته افغان که از گرفتن نام ایشان به خاطر احترام و موقف اجتماعی که دارم و همچنان احترامی که شخصا من به ایشان دارم آگاهانه خودداری می نمایم. در نوشته ها، مصاحبه ها و لکچرها ایشان این ابرمرد افغان را گویا به نام تاریخ نگار خطاب می نمایم. خب این شرط نیست که با چی پسفند و یا پیشفند توصیفی، اما فهم و درک ما این را به ما میرساند که شناخت دقیق، حتی شناخت ابتدایی ما از غبار و آثار و کارهای علمی، اجتماعی، سیاسی و فعالیت‌های وی در ایام ماموریت‌ها وظایف دولتی ایشان مانند یک تکنوکرات ماهر و وطن پرست، چه در داخل یا چه در خارج از کشور، یعنی در پست‌های دیپلماتیک در فرانسه، جرمنی و روسیه شوروی و زندگی ایشان در سلول‌های زندان و یا در تبعید، هم و بی‌نهایت ناچیز است. هیچ کس نتوانسته که گوشه‌های مختلف زندگی ایشان را تحقیق نمودند و به تحلیل بیاورند. امیدوارم که امروز شما دوستانی که اشتیاق صحبت کردن را دارید سعی و کوشش نمایید
که در این ارتباط صحبت نماید، زیرا شناخت از آنها و نظریات ایشان برای تمام روشنفکران و وطن پرستان امروز یک ضرورت حیاتی است. به هر حال یک چیز دیگری را که میخوام خدمت شما عرض نمایم این است که آثار و نوشته های علامه میر غلام محمد غبار و گفته محترم پروفسور دکتر گرانیتوریال که جنابشان متخصص و مؤلف ورزیده در عرصه اقتصاد و سیاست کشورهای کمترین رشد یافته میباشد، انعکاس دهنده شیوه و متدولوژی خاص تحلیلی شخص غبار میباشد که نظیر آن را تا امروز بدبختانه نتوانسته روشنفکرانمان تقدیم به جامعه ما کنند که ملت من از آن مستفید شود و برای تغییرات اجتماعی برای فردای کشور بیندیشن و مبارزه کنند. اجازه دهید خدمت شما بحث برسانم. واقعا اگر متوجه میتودولوژی نوشته های غبار شویم، بالاخره به یک چیز پی خواهیم برد که او عبارت از آن است که انسان و انسانهای یک جامعه خود، تاریخ خود و اجتماع خود را میآفرینند و آن را تغییر میدهند. بدبختانه تاریخدانان، تاریخ نویسان، ادیبان، ژورنالیستان و پوبلیست های من و حتی سیاست مداران من در این باره بسیار اندک گفتند و حتی سکوت مطلق کردند. علت در چیست؟ علت بی نهایت واضح و آشکار است. عدم شناخت از متدولوژی، کیفی و تفسیری نوشته های مرحله های تاریخی، رول فردیت در اجتماع، ساختارهای عدالتی اجتماعی من، ساختارهای دوره‌های تاریخی اجتماعات ما حول کشور من، پیشرفت‌های تکنولوژی و علم، تمدن زمان، رشد انقلاب صنعتی و متناسب با آن تغییرات در آگاهی اجتماعی و تاثیرگذاری اراده حکمرانان وطن و در این حال ارتباطاتشان با دول خارجی و غیره و غیره را که غبار با بیان واقعیت تفسیر و تفهیم بی نهایت عالمانه نموده است. باید گفت اگرچه غبار با بکار بردن کلمات و جملات عام‌فهم پاک و سلیس دری آن را تحریر نموده است، اما باید صادقانه اقرار کرد که باز هم بی نهایت مشکل است واقعی آن که به انسان‌های نه تنها ساده همچون من بلکه به استادان تاریخ من در پوهنتون کابل. دوستان، شاید شما با نام بلکه‌های استاد گرانمایه پروفسور صاحب سید سعدالدین هاشمی آشنایی داشته باشید و از زحمات ایشان و تلاش های ایشان در استفاده از نوشته های غبار در ترتیب و توزیع مراحل تاریخی هم آگاهی دارید. جناب ایشان هر جایی که باشند در حفظ و امان خداوند باشند. به هر حال اجازه دهید تا بگویم که سخن درباره غبار و غبار شناس ضرورت دارد که ما بدبختانه دیروز و چه خاصا امروز به نسبت شرایط عینی از چنین انسان‌ها محروم هستیم. و حتی بدبختانه اجازه بدهید با فراست بگویم که بیخبر هم هستیم. به طور مثال امروز به فضل الهی یکی از دوستان دوره جوانی غبار و محمودی در همین حالم زندگی می کنند. مثلا استاد محمد حسین بیروز، شاعر، ادیب، تاریخدان و سیاستمدار وقت است. باید بگویم که روز ما در همین مستراحات روان بودم، یکی از دوستان
عالم هستن و آدم دانشمند هستن با من آرژی شدن. اونا از من آدرس استاد بیروز پرسیدن. متاسفانه من آدرس بیروز رو نداشتم. دوستانی که در استرعاد زندگی میکنن من با بعضی از دوستا زنگ زدم و آدرس بیروز رو پرسیدن. به یاد ندارم یکی از دوستا برای من گفت که غبار یعنی سیاست مدار مشروطه خواه عضو
جمعیت سری و دربار امین‌الله‌خان غازی، عضو جنبش جوانان افغان و غبار، رهبر حزب وطن. غبار یعنی ادیب و مؤلف تاریخ ادبیات افغانستان. غبار یعنی مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ. غبار یعنی ژورنالیست، مدیر مسئول فتانه ستاره افغان، بعدها مدیر مسئول جریده وطن. غبار یعنی تکنوکرات و دیپلمات و غبار یعنی مؤلف تاریخ جغرافیایی سیاسی افغانستان و بعدیدم. بعد نمایی امروز من موفقیت آرزو میکنیم و در شروع از محترم بادر جان سیدیکیان خواهش میکنیم تا تشریف آورده و